رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در جلسه امروز گفت حزب الله لبنان یکی از شاخص‌ترین گروه‌های نیابتی ایران در مقابله با اسرائیل است. در گفتگویی که پیشتر با منشا امیر تحلیلگر مسائل خاورمیانه داشتیم، این پرسش مطرح کردیم که آیا اسرائیل باید نگران این احتمال باشد که تهران برای مقابله با داعش حمایتش از حزب الله را افزایش داد؟ احتمال وجود داره که هنوز مشکل گفت که این احتمال ها چگونه گسترش خواهد یافت و به نتیجه خواهد رسید. احتمال نخست این است که حکومت ایران میتونه بیاد و ادعا بکنه که میبینید ما هم قربانی ترور شدیم. ما بارها گفتیم که قربانی ترور بودیم. ما خودمون تروریست نیستیم و اگر اقدامی در داخل ایران و خارج از ایران، به ویژه خارج از ایران و به ویژه در لبنان، سوریه و دیگر کشورها میکنیم، برای حفظ امنیت خودمون است و اونها میتونن به سخنان علی خامنه ای استدلال بکنن که گفته بود اگر ما اونها رو در خارج از مرزهای ایران متوقف نکنیم باید در داخل کشور و در شهرهای کشور با اونها بجنگیم. این یک نوع میتونه استدلالی باشه از جانب حکومت ایران در تلاش برای به دست آوردن محبوبیت و حقانیت نسبت به ادامه فعالیت حزب الله و دیگر گروه‌های تروریستی در منطقه که از حکومت اسلامی ایران پشتیبانی می‌کنند و یا توسط حکومت ایران هدایت می‌شن. عکس قضیه هم کاملاً می‌تونه اتفاق بیفته و ما اشاره‌های نسبت به اون رو در پیام تسلیت پرزیدنت ترامپ شنیدیم که میگوید که حکومت ایران هم باید از عملیات تروریستی دست برداره. در واقع از دیدگاه من الان یک روند بسیار مهمی آغاز شده برای مبارزه با ترور و پرزیدنت ترامپ رهبری این مبارزه رو به دست گرفته که ترور از هر نوعی که باشه مکروه و ممنوع و باید متوقف بشه. در همین ادامه همین گفتگو، با توجه به اینکه مقام‌های ایرانی بعد از حمله به تهران تهدید مقابله با این اقدام تروریستی و مجازات تروریست‌ها را مطرح کردند، از آقای امیر پرسیدیم به نظرش جمهوری اسلامی ایران چه واکنشی نشان خواهد داد. بله، این پرسش بسیار بسیار خوبی است. اولا اگر ادعا میکنن که تروریست‌ها ایرانی بودن، معلوم نیست که از کی بخوان انتقام بگیرن. دوم اینکه حکومت ایران همکنون در سوریه و در نقاط دیگر با داعش به سختی می جنگه، تلفات بسیار داده و عقب نشینی ها کرده، دستاورد هایی داشته و تصور نمی ره که بیشتر از این حکومت ایران بتونه از داعش انتقام بگیره. داعش نه یک کشور، نه یک حکومت، نه یک ارتش، بلکه یک گروه تروریستیه، سیال، دائما محلش رو عوض میکنه. همکنون از طرف بسیاری از نیروهای جهانی تحت فشار، از قدرتش کاسته میشه و معلوم نیست که حکومت ایران وقتی میآید و میگوید که ما انتقام سختی خواهیم گرفت، این انتقام چگونه خواهد بود. اون برخورد و واکنش علی خامنه ای هم نسبت به آنچه که ترقه بازی نامید، اگر ترقه بازی است پس چه انتقامی باید گرفت؟ ترقه بازی انتقام نمیخواد. اینها همه بازی با کلمات و تهدیدهایی هست که به نظر من تو خالیه و امکان عملی ساختنش بسیار بسیار ضعیفه.